با سلام خدمت گزارشگر خوب من و تو. امروز 11 مرداد 1403، مردم ایران ارادتمند و شاد باش بابت به حرکت رسیدن یکی دیگه از این تروریستایی که اومده بود از ایران، فکر کنم پول ببره یا سهمیهش رو بگیره ببره. دست مریضات میگن با آقای نتانیاهو به اسرائیل، به سیستم اطلاعاتی اسرائیل که چنان میزنه که جمهوری اسلامی حتی جرئت نمیکنه بعد از 48 ساعت جنازه این آقا رو نشون بده. خدا وکیلی دمتون گرم. بعد کار اونجای بیخ پیدا میکنه که آقای نتانیاهو میاد برمیگرده میگه ترور آقای خامنه ای، ترور مقامات ایرانی بسیار بسیار آسونتر از ترور افرادی مثل هنیه و نخاله و مشعل و حسن نصرالله هستن. راست هم داره میگه، اگر از منطقی فکر کنی داره راست میگه. اینا بالاخره هی میلولن دیگه، هی از این ور به اون ور میلولن و جا عوض میکنن و فلان عوض میکنن، ولی مال ما همه چی مشخصه که خونه آقای مثلا میگه بیت آقای خامنه ای یا اینجاست یا تو مشهد دیگه، غیر از این دو سه جا که جایی نداره. بالاخره اسرائیل میدونه ولی ما نمیدونیم، مهم اینه که اسرائیل بدونه. یا سران مملکت قانی کجاست؟ قانی چی کار میکنه؟ یعنی از این بعد قانی جرأت میکنه هواپیما سوار بشه؟ نمیدونم. من فقط خواستم بگم که ننگ بر شما که مملکت ما رو به کجا رسوندید، ننگ بر شما آقای خامنه. اینها پشت نداشتن، اینها پشتوانه نداشتن، اینها ما الان میدونیم آبرومون، آبرومون شما آبروی جمهوری اسلامی رو خب توی دنیا بردید، آبروی ایران رو نه، جمهوری اسلامی تونو توی دنیا بردید. ما میدونیم شما هیچ آبرویی ندارید، یعنی ما هیچ اعتباری دیگه توی اسمش خوبه جامعه بین الملل نداریم، ولی باز از این قضیه خوشحالیم. واسه شو بخواید باز از این قضیه خوشحالیم. ببینید چرا؟ چون انقدر سیلی خوردیم از شما، انقدر سیلی خوردیم از شما، خب به کوچکترین انگشتی که صورت شما رو لمس کنه و شما دردتون بیاد، ما حتی به اونم قانعیم، ما حتی به اونم قانعیم. اینم اسماعیل هنیه. حالا ببینیم بعدیش نوبت کیه، ببینیم حالا بعدیش نوبت کیه.